سلام، با 180 ثانیه دوشنبه 28 آبان ماه همراه ما باشید. امروز دوشنبه، مردم و بازاریان شهر شوش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه به خیابان آمدند و در شعارها به بی‌توجهی مسئولین اعتراض کردند. همچنین خبرها حاکی از بازداشت 19 نفر از کارگران معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی است. دو هفته بعد از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، گروهایی از معلمان، وکلا و دانشجویان در دیگر شهرهای ایران با برگزاری تجمعاتی همراهی خود را با آنها اعلام کردند. همچنین در ادامه اعتراضات به وضعیت صنفی و معیشتی کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز در مقابل فرمانداری این شهر در حمایت از آنان دست به تجمع زدند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. حسن روحانی امروز دوشنبه در جریان سفرهای استانی خود به خوی سفر کرد. معترضان با سردادن شعار و پرتاب سنگ از رئیس جمهوری اسلامی استقبال کردند. رئیس جمهوری عراق یک روز پس از دیدار با مقام‌های ایرانی به عربستان سعودی رفت و با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. پادشاه عربستان میهمانی ناهاری به افتخار آقای صالح ترتیب داد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه که نامی از او نبرده گفته است میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع الخروج شده است. ایرنا نوشته است مسئولان از خیلی وقتها پیش می گفتند جلوی ساخت و ساز بنای تجاری در حریم درجه یک کاخ گلستان در پایتخت گرفته شده، اما حالا ساخت مجموعه تجاری کامل تر از گذشته شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان روز دوشنبه در سخنرانی سالانه خود در مجلس شورای این کشور از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهند. پادشاه عربستان بر حمایتش از تلاش‌های سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ در یمن تأکید کرد و همچنین افزود که مسئله فلسطین برای عربستان در صدر اولویت‌ها قرار دارد.